هر انسان روی کره زمین یا هر در هر جای دیگری با دو پله سر و کار داره. یک پله عقل که این پله شامل علم و دانش، فن و تکنیک، راه و روش و پند و نصیحت. پله دیگر پله عشق هست که ذوق و شوق، وجد و سرور، حیرت و تعجب، ایثار و فداکاری، مهر و محبت و اینجور چیز هست. با سعی و کوشش نمیشه عاشق شد، داره با صرفاً ذوق و شوق نمیشه یک ماهواره رو به فضا فرستاد. یک دنیای ابزاره، میتونیم اونو دنیای ابزار بگیم، و یک دنیایی داریم که دنیای بی ابزاری است، دنیای دل، دنیای عشق. تمام کارها، حرکات انسان یک نمود عملی و فیزیکی داره، یک بُعد کیفیتی داره. بُعد کیفیتی کارهایی که انسان انجام میده کار دله، اونو دل تعیین میکنه. همه مثلا سر کارشون میان، ولی کی با علاقه مندی سر کارش هست، کی با عشق کاری رو انجام میده. مثلا عده زیادی در دنیا عبادت انجام میدن، در عباداتی هستن، اما کیفیت این عبادت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ کار دل، اون چیزی رو که در مورد انسان به دل و به عشق ارتباط داره، اسم اون رو میگذاریم دنیای بی ابزاری، یا به طور اختصار میتونیم بگیم دنیای عرفان. عرفان عملی یعنی اون چیزی که میخوایم با استفاده از این دنیا عرضه بکنیم و ارائه بکنیم، مربوط میشه به دنیای بی ابزاری یا دنیای دل. حالا ممکنه که گفته بشه مگر با همچین دنیای کاری هم قابل انجام هست؟ عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. در دنیای عشق هم یه کارهایی به طور عملی قابل اجرا هست. لذا وقتی میگیم که فرادرمانی رشته ایست عرفانی، یعنی یک نمود عملی داره که میتونیم ببینیم که حتما یک کاری انجام شده که اسمشو میذاریم فرادرمانی، اما در آن از هیچ علم و دانش و فن و تکنیکی هیچ کدوم استفاده نشده، یعنی بدون ابزار این کار صورت گرفته. افراد ابتدا به ساکن لازم هست که آشنایی عملی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی یا با شعور الهی آشنایی عملی پیدا بکنن. تا به صورت عملی این آشنایی پیش نیاد، همه چیز در قالب حرفه، یعنی میشه عرفان نظری. لذا افراد طی این دوره مفهوم اتصال رو بهش میرسن و به دنبال اون، به دنبال پیدا شدن اون اتصال و متصل شدن، مبادرت به کار عملی میکنن و اون هوشمندی الهی رو در جریان عمل به کار میبرن و به طور عملی متوجه میشن که این هوشمندی، این شعور وجود داره. این میشه پایه کار برای هر کسی که میخواد این مسیر عرفانی رو طی بکنه. بعد از اون با ایمان و یقین نسبت به هوشمندی و شعور الهی کارها ادامه پیدا میکنه. طبیعی است وقتی ما فهمیدیم که شعور الهی وجود داره، نسبت به وجود خودش یک مسئله، مسائل و مشکلات ما حل شده دیگه. چون گفته میشه روشن بنگر که آفتاب است، آن نور که خانیش تو مهتاب. با نگاه کردن به نور مهتاب ما پی به نور خورشید میبریم، با پی بردن به شعور الهی پی به وجود خودش هم میتونیم ببریم و وصل به اونها انجام میشه. چون این عرفان متکی به وصله، متکی به اتصاله، چیزی نداره که فرزند در یه دوره کسی بخواد حفظ کنه، کسی بخواد یاد بگیره. اتصال که انجام بشه اون کار صورت میگیره و در واقع چیزی غیر از اتصال در این عرفان وجود نداره، این در عرفان عملی
چیز جز اتصال نیست. یعنی ریاضت و اینها رو اصلا و ما اعتقاد داریم که کمال به ریاضت نیست. همونطور گفتم پایه و اساس تعالی انسان اشتیاقه. انسان اگر مشتاق باشه اون رحمانیت عام الهی در اختیارش هست و میتونه استفاده کنه و انسان در واقع برای این روی زمین نیست که به خودش زجر بده، بلایی سر خودش بیاره، شکنجهی به خودش وارد بکنه. کافیه که مشتاق باشه. وقتی که اون اشتیاق وجود داشت، حکمت الهی ایجاب میکنه که طبق قانون بازتاب فرد مزد اشتیاق خودش رو بگیره. این مزد اشتیاق همون کمال، همون تعالیست، همون رسیدن به ادراکی، به رسیدن به هر حال اشراق و روشن شدگی است. فرادرمانی بر اساس عرفان حلقه است. در مورد عرفان حلقه هم میشه توضیح بفرمایید؟ نام عرفان حلقه از اینجا به روی این عرفان گذاشته شد که مبتنی بر استفاده از حلقه های متعدد رحمانیت عام الهی هست که در هر حلقه ما قادر میشیم کاری رو در جهت تعالی انجام بدیم. یه سری از حلقه ها در خدمت این مسئله است که اگر انسان افتاد بلندش کنه. مثال بزنم، یک بچه حتما زمین میخوره. وقتی زمین میخوره بزرگتر دستشو میگیره بلندش میکنه، میزنه پشتش، میگه بچه جون مواظب باش، جلو پاتو نگاه کن. این وظیفه بزرگتره و بزرگتر با وجوده که میدونه بازیگوشی بچه و سهل‌انگاری اون بازی زمین خوردن شده، ولی باز دست او رو میگیره و بلندش میکنه. ما طی مراحل مختلفی ثابت میکنیم که بیماری مسئله زمینی، بیماری چیزی نیست که خدا به انسان بده. طی مراحل متعددی ثابت میکنیم که بیماری زمینی است و مسئله است که انسان به وجود آورنده اون هست. و اینه که ما میگیم در مواقعی که بیماری و مشکلی پیش میاد بگیم خدا بد نده، خدا هرگز به انسان بد نداده و بد نمیده. خب بعضی از تسهیلات این حلقه ها برای اینه که انسانو بلند کنه. حالا انسان مریض شده، قطعا بر اساس اشتباهات خودشه که مریض شده، قطعا اینو ثابت میکنیم. اما راه اینه که زیر بغلشو بگیرن بلندش کنن و بگن جلو پاتو نگاه بکن، این راه رو گذاشتن. در مورد فرادرمانگر شدن، بلا استثناء افراد میتونن فرادرمانگر بشن مگر کسی خودش نخواد، وگرنه اصلا مردودی نداریم. چه خودشون سالم باشن، چه ناسالم باشن، چه معلول باشن. برای درمان شدن چی ضمانتی وجود داره؟ ضمانت خیر. چرا؟ چون فاکتور فرد که توی این اتصالی که براش پیش میاد دست کسی نیست. ما میدونیم که اگر شاهد بشه حلقش جاری میشه، اتصالش برقرار خواهد بود و همونطور که خدمتون عرض کردم 70% بیماران گذشت از نوع بیماریشون درمان میشن. 30% خیر. کار دنیای علم بررسی واقعیت هاست. حالا این بررسی واقعیت ها به شکلهای مختلفی صورت میگیره. یکی از این شکلها بررسی آماریه. در مورد فرادرمانی هم این مورد صادقه و آماری که گرفته بشه اون آمار نشون میده که کارایی چقدر چطوریه. دوره یک که فرادرمانگرا اومدن به عنوان کسانی که ببینن چه خبره، رفتن انجام دادن برگشتن، آمارشون رو ما میگیریم. خب یعنی اینا هنوز جز ما نشدن که شما اگر آمارشون رو بگن شما بفرمایید خب اینا فرادرمانگر خودتونن و اینا دیروز جز شما بودن، امروز اومدن جز ما. ولی در اینجا در واقع خیلی هم اصرار دارن، خیلی هاشون، که بگن که مثلا نشد. ولی خب شده دیگه.
آمارهایی رو که میدن 70%، حالا میانگین یه چیزی هم خودمون کمش میکنیم، 70% درمان نشون میده، 30% درمان نداریم. تحلیلتون نسبت به اون 30% چیه؟ 30% یه درصدشون شاهد نمیشن. خب یعنی شاهد نمیشن که میگیم بی‌طرف باشید، ولی اونها تجزیه و تحلیل علمی میکنن. وقتی تجزیه و تحلیل علمی بکنن توی اتصال قرار نمیگیرن، تو حلقه که تعریف طوره قرار نمیگیرن و طبیعتاً بی‌نصیب میمونن. یه درصدی طبق قانون تولد و مرگ اصولاً بایستی جواب نگیرن، یعنی هیچ سیستمی در عالم هستی راندمان 100% نداره. و این مسئله رو هم همینطوریه، برای اینکه اگه راند فرضاً 100% درمان میشن، مرگ متوقف میشه. و همچین سیستمی در عالم هستی، سیستمی که راندمان 100% بده، نمیتونه وجود داشته باشه. ولی به هر حال از این 30% ما بعضی موقع های درصدش رو میتونیم برگردونیم با تغییر در بینشاشون که متقاعد بشن اینجای وادی علمی نیست و تفسیرشون رو بذارن کنار، شاهد بشن. 70% درمان که میدونید بدون هیچ ابزاری، بدون هیچ وسیله ای، یک بحث قابل توجه یه نسبت به پزشکی رایج که حتما بایستی مورد توجه قرار بگیرید. چه توضیح بدیم با چه کاری به درمان رسیدن؟ هم اتصال توضیح بدیم. فقط بحث اتصاله و بدون هیچ ابزاری، بدون هیچ تکنیکی. یعنی دقیقاً چه کاری انجام بدونه؟ فقط موضوع کاری که خواسته میشه اینه که بیمار اسکنی رو که روش صورت میگیره، یعنی همین هوشمندی، این اسکن رو روی اون انجام میده و روی بیماری‌های مختلفش کار میکنه، فقط اون رو توجه به اون اسکنا بکنه. حالا گزارش داده نداده، بعد دونستن نوع بیماری اصلا اینجا نقشی نداره. بیمار باید چه کاری انجام بده؟ بیمار هیچ کاری نباید بکنه، نه تخیل، نه تصور، نه تلقین، هیچ کاری. فقط تنها کاری که اون انجام میده اینه که میشه تماشاچی، ما میگیم شاهد. اگر حواسش جمعه میتونه چشم باز، اگر حواسش جمع نیست با چشم بسته این مسئله رو پیگیری بکنه بهتره. ببینه این هوشمندی اسکن‌های رو که رو بدنش انجام میده و بیماری‌های رو که شناسایی میکنه که به صورت درد گرفتن، تیر کشیدن، ضربان زدن، تشنج و سرد و گرم شدن و دیدن نور و رنگ و غیره و اینها، در واقع فرد رو، بیماری رو شناسایی میکنه و بعد شروع میکنه به حل و فصل بیماریش. فقط باید همینو پیگیری. به چه مدتی؟ مدت از آن داریم تا ممکنه چندین جلسه، هم بعضی از بیماری ها چندین جلسه طول بکشه، به ماه و یکی دو ماه هم بکشه، ولی بیمار روند بهبود خودشو در هر جلسه میتونه پیگیری بکنه، یعنی کار کوری نیست. به چه چیزایی بستگی داره؟ به بینش فرد بستگی داره؟ به توان درمانگر بستگی داره؟ توضیح دادم که این مسئله توان درمانگر که رفت کنار، موند هوشمندی، مسائل بیمار هم همش رفت کنار، درست شد. شد اینه که فقط بی‌طرف باشه، شاهد باشه، هیچ خصوصیت ویژه‌ای نیست که داشته باشه که بگیم کمک میکنه به این ماجرا، کمک میکنه به این مسئله. خصوصیات فردی، ویژگی‌های فردی چه فرادرمانگر و چه بیمار هیچ ارتباطی به این مسئله ندارن. چرا؟ چون این بحث رحمانیت الهیه و رحمانیت الهی ارتباطی به خصوصیات فردی افراد نداره. حتی گناهکاری و بیگناهیشون، این پاک بودن و ناپاک بودنشون و به هیچ کدوم از اینها ارتباطی نداره و این رحمانیتی است که شامل حال همه است. چه نوع بیماریایی رو جواب داده؟ ما استثنایی نداشتیم. فقط همین رو میتونم بگم که توی تجاربی که وجود داره تقریبا میشه گفت که روی همه نمونه های تجربه شده و جواب هست. یعنی ام اس، سرطان، بیماری روانی، عرض کردم خدمتتون، بیماری های گروه پزشکی و روان پزشکی پاسخ داره. یعنی دیگه اصلا هیچ نمونه‌ای نیست که ما بتونیم بگیم نمیشه، به دو دلیل، یکی تجربه، یکی به دلیل تجربه و یکی به دلیل اینکه وقتی با شعور الهی کار میکنیم امکان هر چیزی هست.
و ما اجازه اینو نداریم که بگیم نه نمیشه. باید ابتدا تست بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. اما تجربه‌ای که به دست اومده نشون داده که ما انواع و اقسام چیزا رو داریم، حتی آرتروز، یعنی چیزی که جنبه مکانیکی داشته، یعنی بن‌بست پزشکی اینجا باز شده. به اعتقاد ما بله، و میتونه باز بشه و با توجه و تحقیقات میتونه این قضیه صورت بگیره، خصوصا در زمینه روانپزشکی که قطعا معالجه و درمان کار خیلی پیچیده است، در اینجا وجود داره و انجام میشه. در مورد پیوند اعضا چطور؟ بله، یه مسئله هست که تو تئوریامون ارائه دادیم، بحث عدم همفازی شعوری عضو دهنده و گیرنده است. اینا از نظر شعور، عضوی که میاد یه شعور داره، عضوی که میخواد این بگیره یه شعور داره، اینا با هم همخوان نیستن، همفاز نمیشن و به اصطلاح بعد از این مدت شعور گیرنده شعور اونو پس میزنه، شعور اون اینو پس میزنه و علی رغم همه کارهایی که صورت میگیره در پیوند اعضا میبینید که امکان پس زدن عضو وجود داره. حالا در بعضی از پیوندها در کوتاه مدت پس زدن عضو مشهود میشه، در بعضی ها طولانی مدت، بذار همه چند ماه. در فرادرمانی بخشی هست که مخصوص این افراد و همفاز شدن شعور سلولی رو در واقع انجام میده و افرادی که عضو میگیرن پیوند کلی و غیره و اینها در واقع یک همفاز شعوری میشن، حتی اونه که عمل بایپس قلب انجام میدن که رگ از پاشون میارن توی قلب کار میذارن، باز هم ممکنه که دچار عدم همفاز شعوری بشن با وجودی که این از یک بدنه، که با استفاده از این مسئله همفاز شدن شعور سلولی صورت میگیره و امکان یا احتمال پس زدن عضو کاهش پیدا بکنه. الان تو فرادرمانی عضو معیوبی کاملا سالم میشه، یعنی همون کاری که عقل میخواد با عمل جراحی دارو انجام بده تو دنیای کمیت، یعنی پس عشق میاد تو دنیای کمیت تصرف میکنه. دنیای عرفان با دنیای شعور سر و کار داره و چون همه ذرات عالم هستی از شعور و هوشمندی ساخته شدند، در واقع صرفا اونجا با دست بردن تو کیفیت شعوری هر عنصر، اون عنصر شکل میگیره. بخش عملیش چجوری اتفاق میفته؟ بله، این مسئله فقط تحفیزی است که این تحفیز خب حالا یا توسط من یا توسط مربی هایی که داریم، چون افراد پدرته چند دوره خودشون مربی هم میشن، میتونن همین کار رو، همین اتصال رو برای دیگران به وجود بیارن. پس یه تئوری داره که شعور الهی چی هست، رحمت عام الهی چی هست، و پس از اون اتصاله که کار رو انجام میده، نه خوندن کتاب، نه اینه که نوشتهی به ما کمک بکنه. بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. این تحفیز به دنبال مکتوب کردن یک سوگندنامه انجام میشه. این سوگندنامه صرفا مبتنی بر استفاده صحیح و درست و انسانی از این ماجرا هست و در واقع صرفا یادآوری این مطلب به فرد که دچار غرور و منیت نشه و مبادرت به عوام فریبی نکنه. چرا؟ چون بعد از اینه که این قضیه رو به کار گرفت، پس از یه چند تا تجربه ممکنه دچار غرور بشه و دچار منیت بشه. جز وظایف درمانگرا هست، فرادرمانگران، و جز سوگندنامه‌شون هست که اطلاعات درست به افراد بدن. این اطلاعات درست اینه که این حرکت با کمک شعور الهی داره انجام میشه. وقتی پای شعور الهی به میون بیاد هیچ کاری مشکل نیست.
هر غیر ممکنی ممکن میشه. تعجب ماجرا از جایی ممکنه شروع بشه، قوت بگیره که به توانهای فردی افراد نگاه بشه، یعنی بگن گروهی هستن که این گروه یعنی با توانهای فردیشون این کار رو انجام میدن. این اشکال ماست و مشکل ماست و جزء سوگندنامه افراد هست که معرفی درست داشته باشن تا مبادا اونها فکر بکنن که این قدرت‌های فردی در واقع اشخاص هست که منجر به بروز یا وقوع این درمان ها میشه. هم اکنون تعداد نالا زیادی هم از پزشکامون، روان پزشکامون دارن از این مسئله استفاده میکنن، به این دیدگاه ها مجهز شدن و خصوصا اینکه دوره های ما رو در زمینه فراپزشکی که به اصطلاح مخصوص پزشکا و روانشناسا و روانپزشکامون هم هست، برای آشنایی بیشتر بهشون عرضه کردیم و به هر حال دارن کار میکنن با این رشته. یه شعبه برای همه راست انرژی درمانیه. انرژی درمانی چند دهه هست که سر زبون هاست و از زمانی که پولاریتی درمانی و کار با حوزه پولاریتی انسان در یکی از دانشگاه آمریکا به نتیجه رسید و انجام شد، از اونجا بعد انرژی درمانی که یا همون پولاریتی درمانی پاس دادن با دست روی حوزه پولاریتی انسان رایج شد. یعنی این استعداد شخصی شاید با تمرین دست آورده. بعضی از افراد حوزه پولاریتی قوی تری دارن، بعضی ها خب با تمرین هم این گستردگی رو دنبال میکنن، ولی به هر حال یه مطلب است که همه حوزه پولاریتی دارن، حالا ضعیف و قوی این حوزه رو دارن. خب منتها در بعضی از افراد مشخصا قوی تره. فرادرمانگر در واقع انرژی کیهانی رو میاد با انرژی پولاریتی خودش همراه میکنه؟ خیر، چون این مسئله از راه دور، نزدیک، با دست، بدون دست انجام میشه، از نیازی نیست که فرادرمانگر از دستش استفاده بکنه که اینجوری تلقی بشه که حوزه پولاریتی رو با نیروی کیهانی و البته نیروی کیهانی یه چیزه، شعور کیهانی یه چیز دیگه. شعور کیهانی هوشمندیه، نیروی کیهانی نیروی حیاته، نیرویست که اونم خودش افراد حالا میان باش آشنا میشن، چیزی به نام پرانایاما، چیزی به این حسابی میتونن باش کار بکنن، اما الزامی به استفاده دست اصلا نیست و راه دور و نزدیک هم توی این درمان مهم نیست و بعد مسافت و اینها هم مطرح نیست. چرا؟ چون هوشمندی که حاکم بر این جریان هست برای اون بعد زمان و مکان مفهوم نداره، چون نه ماده است و نه انرژی. در واقع هوشمندی نه ماده است و نه انرژی، لذا بحث درمان به هر صورتی عملی است.